پسر جذب با یه ریش مشتی، صبح زار شب میزنه قرم سبزی، اینه که دل بنی پیرنه هوایی، دلارم میلرزونه بابا تا کجایی، از دهش هستی قشت و پنجی، اسمشو میدونیم پس با من بگی. سلام به ملت شریف ایران. این هفته رو با 85 شروع میکنیم به امید اینکه همه 85 بشن. البته خب الان با این جراحی ها که اومده دیگه همه 85 هن دیگه، فقط ما جوشیم. هم ماه رمضان بود، یکی از پرطرفدارترین ورزش ها تو این ماه جام رمضان فوتبال داخل سالونه. هر کی بازی نکرده باشه یه بار از بغلش رد شده تو ایران. اینجوری صدای ویدیو رو ما قطع کردیم که شما فوش ناموسی نشنوید دیگه. هر چی بگیم تو این برنامه تا حالا فوش ناموسی ندادیم واقعا. میبینید که هر دو تیم به همراه طرفداراشون افتادن به جون هم، دلیلش هم معلوم نیست. البته خب دانشمندا و محققان یه سری نظر دارن. بعضیا میگن چون داخل سالن بوده اینا انتظار داشتن شام بدن، عروس و دوماد بیان، چون نیومدن ریختن سر هم دیگه. یکی دیگه میگه چون ملت روزه بودن، روزه بهشون فشار آورده، زدن همو شت و پت کردن. بیشتر شبیه مسابقات کشتی کجه، صندلی پرت میکنن، آهن پرت میکنن سمت هم. اصلا معلوم نیست کی با کی درگیره. یعنی شما بخوای سمت یه گروه باشی نمیدونی باید کیو بزنی، همه دارن همینجوری رندوم همو میزنن. مثل اینکه دعوا گروهی نیست، یعنی تک تک وارد جنگ شدن با هم، فری فور آل یه جورایی. هر کی بیشتر بزنه امتیاز بیشتری میگیره. کلا تو ورزش‌های ایران باید دور تماشاچی قفس بکشن، دور هر بازیکنم یه قفس بکشن. اینجوری به هر حال خب بهتره دیگه. اسمش هم بذارید فوتبال در قفس، همه بشینن راحت نگاه کنن. اگه این بار بچه‌تون گفت میخوام برم فوتسال جام رمضان رو ببینم، دیگه امیدی نداشته باشین برگرده. تو همچین محیطی قراره ورزش کنه. بچه‌ها رو همینجا دعوا میکنید. خب تو کشتی دعوا، تو کونگ فو دعوا، تو فوتبال دعوا، تو شنا دعوا. همه ورزش‌ها که زدنی نیست. تو ایران همه ورزش‌ها رو زدنی میکنن. جایزه به اینا قمه بدید. حالا جایزه جام رمضان چیه؟ دو جفت جوراب با عکس خرما. اینا سر این چیزا سر هم ریختن دیگه. تازه بازیکن جایزه میگیره. اینا که دارن همو میزنن اکثرا طرفدارن. اونا هم جایزه نمیگیرن دیگه. فقط همه کتکا رو اونا میخورن. مثل اون بنده خدا که دم اتوبوس تیم پرسپولیس بود از کنانی زادگان لگد خورد. فکر کن بدبخت هر روز میرفته دم ورزشگاه تشویق میکرده، تازه بازیکن پیاده میشه لگد هم بهش میزنه. دیگه باید چیکار کنن دست از طرفداری برداری؟ باید بششن رو تو؟ خب بشینین پای تلویزیون هرچی میخواییم ببینین دیگه. آقا حرف از گاو و گوسفند شد که نشد. آها بله بله ببخشید نشد. ولی بله خب چون ما میخواییم در مورد علیرضا دبیر صحبت کنیم زیاد بی ربط هم نیست دیگه. اجازه بدین اولش رو با یه نظرسنجی شروع کنیم. میخوام در مورد این موجود یه نظرسنجی بذاریم. به نظر شما منفورترین آدم ورزش ایران کیست؟ یک، علیرضا دبیر. دو، اون کشتیگیره که فامیلیش دبیره. سه، اون یارو که کشتیگیر بود الان مسئول شده تسبیح میچرخونه. چهار، علی اوباش. دیگه توی این نظرسنجی بوس و اینا نذاشتیم که تمرکزتون به هم نخوره. مستقیما به این فرد منفور رأی بدیم ببینیم چی میشه. مثل انتخابات مجلس دیگه، نتیجه از الان معلومه. ما سعی کردیم چند تا گزینه انتخاب کنیم که دستتون یه جورای باز باشه، بعد نگیر ما تقلب کردیم یا نمیدونم سلیقه‌ای برخورد کردیم. نه آقا اینطوری نیست برنامه ما. حالا ببینین دبیر چی گفته. یه رسانه الکی میخواد مثلا پهلوون بسازه، همون رسانه میخواد از من کریم شیره‌ای بسازه، مهم نیست. یه رسانه میخواد از فلانی پهلوون بسازه، از تو کریم شیره‌ای. خب اگه مهم نیست چرا این همه داری میسوزی؟ چرا اینقدر داری فشار میخوری؟ اگه مهم نبود نمیگفتی که. بعد کدوم رسانه آخه؟ تو خودت رسانه داری، میای تلویزیون، میری مجلس، کوفت و زهر ما رو چه میدونم همه جا برنامه میذاری دیگه. خادم چی؟ نه تلویزیون راش میدن، نه رادیو، نه حتی هدفون و هندزفری، هیچ جا نمیتونی بیاد حرف بزنه. بعد ما که نگفتیم کریم شیره‌ای، خودت گفتی. از این به بعد تصمیمت میگیم کریم شیره‌ای دیگه. به خدا پیشنهاد خودت بود، بعدم نیست. بعد میگه یکی یه کاری میکنه، آهنگ میذارن، میگن جهان پهلوان، من یه کار کوچیکترش رو میکنم، مسخره میکنم. یه حرکتی رو که شاید مثلا میگم بیاد آهنگ مثلا زورخونه و آهنگ فلان، وای ببین این پهلوان جهان پهلوان یوسفی چیکار کرد. حالا یه حرکت کوچیک‌ترش که من میکنم، یه دفعه یکی مثل شما بیاد تو برنامه، هه آقا این مثلا اونجا داداش. خب باید یه کار بزرگتر بکنی دیگه. کار کوچیک آخه چیکار میکنی تو؟
تا جایی که من یادمه بی ادب بودی، بی شعور بودی، تسبیح چرخوندی همینجوری، چه میدونم جلوی مهمونای خارجی پاتو جای راست کردی، از رو چمن رد شدی، سر پا نماز خوندی، از این کارا کردی دیگه. کلا هر توهینی به این مردم میشده بکنن تو کردی دیگه. کم مونده بیای سوارمون بشی پیتیکو پیتیکو کنی. البته خب نمیتونی دیگه، با شلاق ما یه جوری میزنیم. بعد جدیدن جوری شده که ما تو دوستامون میخوایم به یکی فوش بدیم، میگیم بهشون علیرضا دبیر. یکی بود میگفت جان مادرتون به من فوش مادر بدین، ولی بهم نگین علیرضا دبیر. میخوام بگم اینقدر فوش بدی هستی تو کریم جان. بعد اینجا بهش میگه که سر جلسه کم میاری و میزنی تو نماز خوندن و اینا، بهش میگه تنت میخاره. دوران بعضی وقت عصبانی میشدی وسط جلسه از این نمازهای مستحبی میخوندی که بگی آقا من اصلا شما رو کاری بکنم. شما دنبال یه چیزی بگی آخه نه خودت آقا عزیز من ایها الناس به خدا خودت من میگم ازش تعریف کردم خودت بردی یه جای دیگه به خدا تقصیر من نیست علی آقا آخه خودت میگی آخه تنش میخاره خودت هم الان بگی دست شما در نکنه باش ایشون به من گفته من هیچی نمیگم ما حرمت شما رو داریم ایشون زحمتکش به گردن کشتی حق داره هر چی به من بگه رو آخه آقای پیمان یوسفی تو که میبینی یارو تا زانو تو لجنه مگه نمیبینی هی مسئولش میکنن این ور اون ور تا دسته تو نظامه سر به سرش نذار به خدا این یو تسبیح در میاره کتونی رو در میاره دو تا بهت میزنه ها تنت میخاره جدی واقعا تنت میخاره شما هم کریم جان آروم باش ناراحت نکن خودتو به خدا از افغانستان گفتم تریاک ناب برات بیارن شیره خوب جور کنیم یه جورایی حال کنی واسه خودت بعدم دیگه دید کار داره بالا میگیره گفت یه چیزی پخش کنید این تنش میخوره همچین چیزی اون بدبختم ترسیده دیگه میگه من چیزی نگفتم که ناراحت شدی دارم میشنون آقای خسروی چی شده چی شده بابا بیا با من جا نه نه ما ببینید یه میشه تایمی پلاتوی بدید یه چیزی پخش کنی علی آقا بعد 20 دقیقه تبلیغات برگشتن استودیو دیدن هیچ کی نیست اونجا فقط چند لکه خون روی صندلی پیمان یوسفی بوده هر جسی برات آرزوی خارش و سلامتی داره آقای یوسفی اگه این دفعه تنت میخاره بیا خودم میخارونمت دیگه به خدا با این وحشی درگیر نشو بعد این پیمان یوسفی گویا این سری مشکلات هم براش به وجود اومده که شما فقط ببینین دیگه نمیدونم گویا وسط گزارش بازی طلبکارش بهش زنگ میزنه یا اون کریم شیره‌ای بوده نمیدونم آقا بگو کیو رو بده به من چی میگه آقا زنگ زد باهاش در تماس باش اول به من گفت که زنگ زدم چیز کن روی صحبتم با اون طلبکار است داداش وسط گزارش فوتبال زنگ زده میگه پول منو بده شما مگه فوتبال نمیبینی بذار بعد فوتبال زنگ بزن دیگه البته من خودم دقیقا اینجوری ام هر وقت توالتم طلبکارم در میزنن میان تو آقا خب جای مناسب از آدم بخوایم به خدا پولتونو میدیم مثلا یه طلبکار دارم هر وقت دختر میبرم کافه میاد بالا سرم هم دخترو میپرونه هم آبروی خودمو میبره یه بار اصلا مخ یکی رو زدم خیلی خوشحال بودم میخواستم ببرمش خونه یهو ماسکشو درآورد دیدم طلبکارمه نامرد با لباس دخترونه و ماسک و اینا گولم زده بود که بیاد خونه پولشو بگیره به خدا خسته شدیم از ورزش آقایون یه مش سیبیلو چه میدونم پشمالو و دعوایی و ارزال و باش و اینا دور هم جمع شدن یه خبر از ورزش بانوان بگیم فضای برنامه یه کمی لطیف شه اصلا حرف از خانوما میشه دل آدم باز میشه یه کشتی بانوان میخوام بهتون نشون بدم خانوم با دو بنده قرمز کشتی رو باخته اون خانوم با دو بنده آبی که شیر پدر و نون مادرش حلالش باشه برده عکس العمل برنده و بازنده رو شما ببینید پاشو زن این کارا چیه؟ شوهرت نمرده که چرا خودتو میزنی؟ خودتو چنگ میندازی آخه؟ من نمیدونم ورزش با زندگی فرق داره اینجا گریه کنی کسی نمیگه خب عیب نداره بیا تو قهرمان باش اون خانومه هم هست ببینی چقدر با شخصیت ایستاده اصلا یه کاری کردی تماشاچی ها ترسیدن فرار کردن داوره ترسیده چرا اینقدر جیغ و داد میکنی آخه؟ من فکر کردم برات بستنی نخریدن یا ریملت ریخته اینجوری میکنه بعد بچه ها بهم گفتن که تو کشتی گویا باخته تو با این رویه سمت ورزش نرو به نظر من برو دنبال کاش ناخون به خدا خیلی از پسرها اینجوریان یعنی بچه ننم هستن ها نمیرن سراغ ورزش
اکثرا میرن سراغ هنر، میرن مجری میشن چیز. نه نه، منظورم اینه که میرن سراغ کارهای دیگه. اونجاش که پرید بالا جیغ زد، قیافه داور شما یه بار دیگه ببینید. معلومه داور بارها و بارها این حرکت رو از زنش تو خونه دیده بوده دیگه، اصلا تعجبی هم نکرد. داور فقط نمیدونم چرا هی دست میکنه تو جیبش، انگار واسه این مواقع یه چیزی آماده کرده، نمیدونم یه سمی چیزی آماده کرده یه جوره خودشو بکشه. داوری این ورزشای بانوان هم به خدا سخته. فکر کن فیتیل پیچ میکنی یهو طرف میزنه زیر گریه، آدم دلش نمیاد بارانداز بزنه. پاشو زن برو خونتون، آبروی هر چی ورزشکارو بردی. 30 میلیون زن در جهان ورزش حرفه‌ای میکنن، آبروی اونا رو نبره حداقل. این از ایناست که تو کافه یهو بگی دنگ تو بده، میره روی میز خودشو چنگ میندازه، بیاد خونه بهش بگی لباسا رو در بیار، جیغ میزنه، اینقدر میپره بالا پایین که همسایه‌ها زنگ بزنن پلیس. اینجوریه آقا، نخواستیم از تو نیا خونه. اینو اصلا من نمیدونم بابا، کشتی اصلا ورزش مقدسیه. ما تو این ورزش کریم شیره‌ای رو داشتیم، یه قهرمان جهان و جهان پهلوان کریم شیره‌ای. بله بله. بیا به تو هم گفتیم جهان پهلوان که دیگه حسودی هم نکنی. آقا یه چیزی ببینیم، بریم بخش بعدی رو ببینیم. خب چه خبر ها؟ ببخشید من هی فکر میکنم شما میتونین جواب بدین. خب جواب نمیتونین بدین دیگه، بذارین خبرها رو خودم بگم. آقا شما این دختر خارجی ها رو ببینین که چیا میگن، واقعا قلب آدم زیر رو میشه. 24 22. If I was your man, what would I need to pay for for you? Pay for? Nothing. So you're not expecting me to pay for dates if we went out? Expect? I don't have expectations for anybody. I also don't have expectations. I do think it shows character. Actions? Man. Yeah, definitely. It's not about the money. It's just about like how you treat us. So I could be your boyfriend and not be able to afford taking you out on dates and you'd still stick it with me through thick and thin. If you're a good person, that's all that matters. If the chemistry's there. There's some people with loads of money and they treat their girlfriends like shit, so. Does that mean I don't have to pay for your hair or your nails either? I've never had somebody pay for my hair and nails. Me neither. So for a first date, if I said let's just go for a walk in the park, you'd be fine with yeah. that too? Yeah, yeah. I prefer a walk in the park than a dinner for the first date. Definitely. I think it's more casual and laid back and you can actually get to know the person. Listen, as long as you're waking up every morning and going to work, that's اینا رو شما مقایسه کنید با اون دختری که هفته پیش دو تا دفتر چلبرگ مهریه خواسته بود از اون پسره و باباش. اینا هم دنگ میدن، هم میگن پسر فقط خوب باشه بقیهش مهم نیست، هم میگن به جای رستوران میایم پارک قدم بزنیم. واقعا من انتظار داشتم آخرش اینا بگن ما دختر نیستیم، پسریم. تازه با این همه کمالات فقط اینا 22 سال و 24 سالشون بود. حالا اینجا شما توی رستوران موقع حساب کردن دستتو ببری توی جیبت دیر بیاری بیرون، میبینی دختر سر میز کناری با یکی دیگه رفته تو رابطه. یه بارم من سر قرار بودم با یه دختره توی کافه نشسته بودیم، بهش گفتم خب حالا دون، هنوز حرفم تموم نشده بود دیدم دست یه پیرمرد پولدار رو گرفته داره از کافه میره بیرون. اصلا نمیخواستم بگم دونگ، میخواستم بگم دونات میخوری برات بگیرم عزیزم. اصلا من خیلی عجیبه این مورد. البته خب من نمیخوام توهین کنم، بعد خوب همه جا هست دیگه، حتما این ویدیوها رو دیدین دیگه. مثلا یارو شوهر داره، دوست پسر داره، یهو تا یه ماشین مدل بالا میبینه میره به پسر میگه غلط کردم، من شوهر ندارم، من دوست پسر ندارم، بیا منو ببر بیرون. ولی خب واقعا این دخترها اینقدر خوب و بساز بودن که من تا آخرش فکر میکردم اینا ایرانیان، حتی متوجه زبانشون هم نشده بودم. اون آخرش یهو نگاه افتاد به زیرنویس، فهمیدم ایرانی نیستن دیگه. من خودم دوست دختر داشتم، واقعا پول ازم نمیخواست، ماشین و خونه میخواست که خب اونم مهم نیست دیگه، میگفت باهات پارک میام ولی برام ویلا بخر. خیلی بساز بود. البته خب حدس میزنم تا دوربین اومده جلو یهو اینا هول شدن اینا رو گفتن، وگرنه واقعا من ندیدم همچین موجوداتی دیگه. انصافا اینقدر بسازم نداریم، زنای ناصرالدین شاه هم اینقدر بساز نبودن. اخلاقیات آخه به چه درد آدم میخوره؟ من خودم به عنوان یه پسر فقط قرمه سبزی و پول برام مهمه. یه شوگر مامی داشته باشم، در کنارش یه دوست دختر نازم داشته باشم، اینا رو به صورت همزمان ادامه بدم تا برای خودم کسی بشه. فقط خب با اون جمله آخرش من مشکل دارم، گفت من یکی رو میخوام صبح پاشه بره سر کار. Listen, as long as you're waking up every morning and going to work, that's برو بابا، یکم خب ازت تعریف کردی، این فکری خبریه. خب بره سر کار که چیکار کنه؟ تو که پول نمیخواستی. خب صبح پاشه بره سر کار، خب همون زندگی نکبتی که بره سر کار پول در بیاره به تو بده که همونه که. حالا یه دختر ایرانی رو شما ببینید، نمیگم همه دختر ایرانی ها اینجوری هن، خب همینطور که دختر خارجی ها همشون اونجوری نیستن، اینم اینجوریه دیگه. ولی خب جالبه ببینید، یه پسر برای دیت اول چقدر باید هزینه کنه؟ خیلی باید خرج کنه.
بالاخره من وقت گذاشتم. چقدر باید خرج کنم مثلا؟ خیلی. و هی میگی خیلی، مثلا چقدر خیلی چقدر؟ بالای 20 میلیون. برای دیت اول بالای؟ بله. دلیل شما؟ چون که همین که داره منو میبینه، رفتم میکاپ کردم، موهای اینورم یه رنگ، موهای اینورم یه رنگ. همین که با منه باید کلی خرج کنه. خب شما هم با اونی؟ خب حضور من مهمه. حضور ایشا اصلا مهم نیست. شطرنجی کنم یا نه همونجوری بذارم؟ بذار. همه شمایی هم. مرسی. این وقت گذاشته ولی پسر وقت نذاشته. خب پسر بعد قرار یعنی برمیگرده به همون زمانی که بود. پسر وقت نمیذارن. ما وقتمون نمیگذره، کلا تو 20 سال پیش گیر کردیم. بعد میگه خیلی باید خرج کنه. چون این وقت گذاشته باید خیلی خرج کنه. موهای این ورش یه رنگه، موهای اون ور دیگه‌اش یه رنگ دیگه است. باید 20 میلیون خرج کنه. اینجوری باشه که گوره خر تمام بدنش دو رنگه که. باید 80 میلیون خرجش کنیم ببرمش بیرون. آفتاب پرست هی رنگ عوض میکنه. واسه اونم باید خرج کنیم. همین که با توه چرا باید خرج کنه؟ تو چی هستی مگه؟ جدی این دختره رو شما مقایسه کن با اون دافایی که توی ویدیو قبلی بودن. بعد میگین چرا پسرای ایرانی زن نمیگیرن؟ زنای بساز همه اون ورن. تازه این زشت 20 میلیون خرج داره. اون خوشگلا مجانی در میاد به خدا. یه پارک میری قدم میزنی کار در میاد. حالا این از ایناست که با یه سمبوسه خودش میاد خونه، دوستاشم میاره، میگه تو سمبوسه خریدی برام؟ تا با همه دوستام نباشی ولکن نیستم. من عادت به حرم خوری ندارم. یعنی پول سمبوسه رو یه جوری صاف میکنه بعد میره. کاش میگفتی شطرنجی کنن. پدر و مادرت که خب به هر حال معلومه دیگه، بهشون امیدی نیست واقعا. پدر و مادر دوست پسرای سابقت ببینن، خب پسر بدبخت رو از ناحیه باسن آویزون میکنن. به خاطر اونا میگم حداقل شطرنجی کن. ولی به نظرم ساختگی این ویدیو، نمیدونم دیگه اینقدرم گاف نداریم واقعا. یعنی داریم ها، همین کریم شیره خودمون، یادم به اون افتاد. برای گاف داریم به اندازه کافی تو ایران. آخه 20 میلیون نمیارزه این. الان جنس خوبا شبی 5 تومن میگیرن، تا صبحم خدمات میدن. آخه چرا یکی باید 20 میلیون بده با تو بره بیرون؟ خب با اونا میره که همه جوره آدمو به کمال میرسونن دیگه. البته من نرفتم، ولی خب شنیدم که اینا که شبی 5 تومن میگیرن یه کاری باهات میکنن که به خدا ایمان میاد. من واقعا خیلی دوست دارم که ایمان بیارم. یعنی یکی بیاد ایمان منو بیاره که ببخشید، منظورم اینه که واقعا درست نیست این برخورد. میخوام اینو بگم، پسر برده شما نیست، پسر برده باباشه. هی بره نون بگیره بیاد خرید خونه بکنه، برده شما که نیست که، کلی کار داره. ولی امیدوارم جدی این ساختگی باشه واقعا. نمیدونم، چون دختر ایرانی واقعا اینجوری نیست. یعنی من حداقل ندیدم. چی شد؟ نمیدونم. به خدا اصلا پرید تو کلم. اگه ساختگی هم نباشه بازم دارن دخترها رو خراب میکنن. که انشالله هر جا هستی امیدوارم گیرت بیارن 20 میلیون بار بششن. آقا یه جوک بود قدیما، میگفتن مسابقه گذاشتن توی ایران که ببینن کی شبیه داریوشه. داریوش خودش شرکت کرده هفتم شده. اینو همینجوری گفتم ها، این ربطی به موضوع ما نداره. چند وقت پیش داریوش کنسرت داشته، یکی که بدل داریوشه اتفاقا تو همون کنسرته بوده. به نظرم یعنی داریوشو با قف فرمون بزنی، بعد رو شیرموز بریزی، با آبجوش بسوزونیش، هم این شکلی نمیشه. اصلا شبیه نیست، ولی مردم دیدنش دارن قورتش میدن. دختر و پسر میاد بوسش میکنه میره. من اول فکر کردم اینا با داریوش اشتباه گرفتنش. گفتم خب داریوش محبوب دیگه، میان بوسش میکنن میرن دیگه، یکی داشت پول میذاشت توی جیبش. ولی بعد فهمیدم اینا همه میدونن که این آدم داریوش نیست، یعنی میدونن بدلشه، بازم دارن میخورنش. واقعا عجیبه. فکر کن میدونی طرف هیچی نیست، ولی باز میپری بغلش میکنی بوسش میکنی. یکی که بهش شماره داد، یه پسره گفت بیا بریم بیرون برات شبی 20 میلیون خرج کنم. یه دختره بهش گفت با هم پارک بیا، من خودم دنگتو میدم. بابا به خدا این بدلشه. یعنی خودش هم باشه باز اینجوری آویزون شدن به یک انسان کار درستی نیست. مگه چوب لباسی آخه اینجوری بهش آویزون میشه؟ زیپ شلوار بدبختو چرا باز کردید؟ معلوم نیست دست کی اون پایین بوده. وقتی بدل مسی و رونالدو کلی در و داف دورشه و میرن خرجشون میکنن، دیگه بدل داریوش که انصافا حقشه. ولی خب از حق نگذریم دیگه، ایرانی ها باهوشن. حالا به این کاری ندارم، ولی خب باهوشن دیگه. اینجا فکر کنم مستن که نفهمیدن این داریوش نیست. آخه داریوش خودش رو صحنه است. چجوری اشتباه گرفتید واقعا؟
فکر کن داریوش اون برداره میخونه، اینا این بر یکی رو بغل کردن میگن این داریوشه، ما دوستت داریم. خب اونی که رو صحنه داره میخونه پس کیه؟ نه جدی، ما باهوشیم، جدی میگم، ما ایرانی‌ها واقعا خیلی از هوش بالای برخورداریم. حالا به اینایی که توی فیلم هستن من کاری ندارم، ولی خب بقیه‌مون یه جورای باهوشیم دیگه. من خودم، یعنی بذارین یه خاطره براتون بگم، من خودم یه بار شمعی‌زاده رو با شهرام شپره اشتباه گرفته بودم، داشتم پای شمعی‌زاده رو میبوسیدم، میگفتم استاد شپره من عاشقتونم. حالا که واقعا بیشتر فکر میکنم میبینم که فرار مغزها خیلی هم درست نبوده، اصل مغزها همه توی ایرانن، اونم تو کله پاچه فروشی‌ها. حتما از خودتون میپرسین چرا دیگه کسی پشت صحنه نیست، چرا با پشت صحنه مسخره‌بازی در نمیارم؟ نه عزیزان، دیگه اون دورها گذشت، فقط کیفیت برنامه واسه ما مهمه. اتفاقا خیلی پشت صحنه هستن، ولی خب من رو نکردم. این هفته میخوام فقط به مخاطب و برنامه بپردازم. یه خبر داریم در مورد استاد ایرج ملکی. همینطور که میدونید بعد از عباس کیارستمی ایشون آبروی فیلم و سینمای ایرانه. ببینین چی میگن، گل فرمایش میکنن. یکی از همتنان عزیز که دکترای در آمریکا تحصیل میکرد مثلا از طریق دایرکت با من در ارتباط میگفت فلانی ما فیلمای شما رو میبینیم بوی ایران رو میده، اون صمیمیت، اون سادگی، اون صداقت توش هست، ما وقتی اونو میبینیم مثلا احساس میکنیم ایران است. اونجاش که گریه کرد 60 میلیون نفر پاره شدن از خنده. داداش سر کارت گذاشتن، تو دیگه چرا گریه میکنی؟ اعتماد به نفس تو رو دیوار چین داشت تا مغولستان میرم. میگه یکی از هموطنانمون که دکتره، میخواد بگه آدم خیلی خفنیه، میگه دکتره. خود دکترها میدونن خفن نیستن، این میخواد بگه چون خفنه دکتره. بعد از قشر دکتر جماعت ما توقع نداریم این زبون بسار رو سر کار بذاره. آخه مرتی که تو این همه رفتی وقت صرف کردی، مدرک گرفتی، بعد نشستی پای اینستا که اینو سر کار بذاری؟ بعد میگن همه دکتر آدم حسابی نیستن، میگید نه. بعد یارو بهش گفته وقتی ما فیلمای شما رو میبینیم بوی ایرانو میده. فیلم مگه بو میده؟ چیکار میکنی آخه فیلمات بو میده مردک؟ واقعا من آخرش هم که آتیشمون زدی، دلمون گرفت. حالا فیلمای تو رو میبینن فکر میکنن ایرانن، اینا کلی پول خرج کردن فرار کردن، بعد میان فیلمای تو رو ببینن بعد فکر کنن ایرانن. خب اگه اینقدر دلتون تنگ شده برگردید، چرا این بدبخت رو میخواین سوژه کنین آخه؟ حالا گریه نکن دیگه، یه جماعتی از خنده پاره شدن واقعا. خنده‌دارترین محتوای 10 سال اخیر اینترنت بوده این بغض. مجری چطوری تونست جلو خندهشو بگیره؟ چرا پاره نشد؟ چرا تیکه تیکه نشد بریزه تو استودیو؟ چجوری جلوی خودتون رو میگیرید نامردا؟ من اگه اونجا بودم اینقدر میخندیدم که خون بالا بیارم. از همینجا از دکتران و مهندسان و کریم شیرهی های خارج از کشور درخواست میکنم که این بند خدا رو ول کنن، اینقدر اینو سر کار نذارن، من دیگه واقعا دلم درد میکنه، به خدا روده برام نمونده اینقدر خندیدم. دوباره دیگه از این پیاما بهش بدین بیاد بغض کنه، روده و مثانه و کلیه و کبدم به خود از کار میفته اینقدر میخنده. یکم با شخصیت باشید. بعد از کارگردانه عزیز خواهش میکنم فیلمای بسازید که بو نده. فیلم ها رو چیکار میکنین شما؟ قبل پخش میندازین تو توالت؟ به خدا اصلا من نمیدونم، یه جورای ایرج ملکی خونم زده بالا، اصلا به نظرم از این قضیه بگذریم. اتفاقا یه دکتر و یه مهندس و یه پروفسور از کانادا هر شب دارن به من پیام میدن، میگن تو چقدر بوی ایرانو میدی؟ میگم بابا به خدا این بوی عرقمه، میگن نه این بوی ایرانه. اینا که از ایران رفتن کلا بوی ایران یادشون رفته گویا. حالا این هیچی، بذارین یه چیز دیگه بهتون بگم. یه رقابت شدیدی بین مردا و زنا پیش اومده که هر کی زودتر شوهر و زن خودشو بکشه. من نمیدونم چه جوریه. به هر بهونه‌ای میگیرن زن شوهر خودشونو میکشن که مثلا اول بشن. اون هفته که دیدین دیگه، یکی شوهرش پشت سر دوستش حرف زده بود، گرفته بود کشته بودتش. حالا این آقا توی تبریز زنشو به خاطر استفاده زیاد از رب گوجه فرنگی کشته. بعد ازش پرسیدن چرا کشتی؟ گفته همسرم توی همه غذاها رب گوجه فرنگی میزد. ما اول فکر کردیم این به خاطر قیمت رب ناراحته، بالاخره خب گرون شده دیگه، منم رب زیاد مصرف کنم بابا منو میکشه. بعد رفتیم فهمیدیم دیدیم نه، این آقا از طعم رب توی غذا خسته شده، گرفته زنشو کشته. پس دوستان عزیز، الان که زن و شوهر دنبال بهونه‌ان، تو رو خدا این کار نکنید. رب زیاد مصرف نکنید، زیاد آب لیمون نزنید، زیاد دندون نزنید، منظورم اینه که روغن زیاد مصرف نکنید. خلاصه مراقب خودتون باشین دیگه، واقعا من نمیتونم دست اینا آتو ندین که شما رو بکشن. جدی یعنی چی واسه رب آب لیمون این چیزا زنتون رو میکشید؟ بعد من موندم شوهره چرا اینقدر سریع کشتتش؟
خب میرفتی جلو بهش میگفتی عزیزم رب نزن دیگه، اگه زد بعد اون نه، خب بعدش هم نه دیگه، بازم این کارو نکن. ولی خب دو سه بار میگفتی اصلا رب نمیخریدی واسه خونه، اگه اینقدر بدت میاد خب نمیگرفتی دیگه. بریم آقا خبر بعدی رو ببینیم. یه دستگاه ساختن که کاغذ میدی بهش، اون بر تراول تحویلت میده. هر کسی میتونه توی خونش پول تولید کنه بره خرج خونش کنه دیگه، نگران نباشین باقا. شما فقط به یک دستگاه لواشک و این چیزا نیاز دارین دیگه، اینم که گرون نیست دیگه. لواشک مگه کیلو چنده؟ یه چیزی چه میدونم، از این لواشکا میگیرین، هم دو تا از این دستگاه ها میسازین، بقیه‌اش هم با دختر پسر فامیل میک میزنین میخورین، عشق میکن. همه چیش تقلبش توی ایران داشتیم دیگه، مسی پلاستیکی، رونالدو پلاستیکی، حتی بدل منم هست، دو تا بدل دارم توی اصفهان، سه تا بدل دارم توی تهران، چند تا بدلم هستن که توی باغوش و ارمن. البته خب اونا گوریلن ها نمیدونم، حالا من کاری ندارم با این وضعیت، ولی خب یعنی هر کی با دو تا لواشک و اینا توی خونش میتونه پول تقلبی بسازه. بعد یه این تقلبی ها چرخی دست یه آدم بدبخت بیگناه افتاد چی؟ لواشک رو باید فرو کنن بهش به نظر من. حالا بل کنین دیگه، من از همکاران کریم شیره‌ای میخوام که هرچی زودتر این دستگاه ها رو بسازن، عمده پخش کنن، مردم به خودکفایی برسن. واقعا دیگه نیازی به پول و حقوق و اینا نداریم دیگه، روزی چند تا از اینا درست میکنیم، خرج خونه و زندگی و زن و همه چی میدیم دیگه. دیگه تنها راهی که به ذهنم میرسه همینه برای پولدار شدن، که بریم لواشک بگیریم، پول تراول چاپ کنیم و خرج در و دافه کنیم. آقا کلی مراقب خودتون باشین، یوتیوب منو فراموش نکنین، تا هفته دیگه خدا نگهدارتون.